در عرفان عملی عرض کردیم که شخص عارف با سیر و سلوک و انجام ریاضت‌های شرعی، بازم تأکید می‌کنیم که حتما شرعی، به تدریج، غالباً به تدریج خودش رو به مقصد می‌رسانه تحت تربیت یه مربی. از باب این که حالا اولا چرا غالباً عرض کردیم و چرا به تدریج عرض کردیم؟ غالباً عرض کردیم چون رسیدن به مقصد در عرفان عملی دو جوره، دو قسمه. یه قسم اینه که عارف و شخص سالک مجذوب قرار بگیره و بعد البته به دنبال این جذبه راه رو ادامه میده، چون کمالاتی رو که انسان دنبال میکنه حد یقف نداره و این البته نادره. قسم دوم که اکثری این چنینه، اول سلوک رو پیشه میکنه، بعد با جان کندن زحمت کشیده بگیره. اون اولی رو میگن مجذوب سالک، این دومی رو که اکثری هستن میگن سالک مجذوب. اون مجذوب سالک که مراد از جذبه هم عنایت الهیه، یه بارقه ست حق تعالی متوجه شخص میشه و خیلی هم مختلف و ارزشمنده، به طوری که در بیانات دینی ما آمده جذبتون من جذبات رحمان توازی عمل از سقلی، جذبه ای از جذبات حق تعالی اگر نصیب انسان بشه برابری داره با اعمال جن و انس. یک جذبه در آن تو را در آن دم بهتر ز عبادت دو عالم، که مضمون همین بیان دینیه، جذبتون من جذبات رحمان توازی عمل از سقده. و یا جناب شیخ شبستر، ای خوشان جذبه که ناگاه رسد، نور آن بر دل آگاه رسد. یا در یه بیان دیگر، گدایی گردد از یک جذبه شاهی، به یک لحظه دهد کوی به کاهی. این البته از کردیم نادره، به ندرت پیش میاد. ذالک فضل الله یوتیه من یشاء من عبادهی، ولی اکثر در عرفان عملی سالک مجذوب هستن. و سلوکم تدریجیه، به تعبیر دیگر صعود پله پله است و تدریجیه، اگرچه صعود دفعیه و باید روی این مطلب تأمل کرد. دوباره عرض میکنیم، صعود تدریجیه، صعود دفعیه. ما اگر قراره که بالای پشت بام و فراز بامی قرار بگیریم، نیاز به یه نبردوان داریم، پله پله تیب بکنیم تا خودمون رو بر فراز بام برسانیم. حالا اگر از فراز بام میخواییم سمت پایین بیاییم، نشستیم روی نبردوان، پای ما سر خورد، لغزیدیم، اینجوری نیست که حالا که لغزیدیم و سر خوردیم میخواییم بیفتیم، مثل رفتن به سمت بالا پله پله بیم پاییم، نه یک دفعه میاییم. اینی که عرض کردم این رو باید تحمل کرد، جهتش اینه که باید توجه داشته باشید انسان هر چقدر بالاتر میره در امور معنوی باید احتیاطش بیشتر بشه، هول و حراسش بیشتر بشه، نکنه سقوط کنه.
که اگر سقوط کنه آسیب بیشتری میبینه. بازم از باب تشبیه معقول به محسوس، تو همین نوردوان مادی انسان را با پله دوم سوم لغزید، زمین خورد، ممکنه یه مقدار دست و بالش آسیب ببینه، خراش دیده، اما همین شرط اگر چنانچه به پله دهم رسید و لغزید، حالا سقوط کرد، اینجا چه بسا قطع نخا بشه. قطع نخا بشه یعنی چی؟ یعنی هرگز دیگه نتونه قیام بکنه، برخیزه. در امور معنوی هم همینطوره. فرمودن صعود تدریجیه، پله به پله، اما سقوط دفعیه. و این به انسان هشدار میده که هرچه انسان در مقامات معنوی ترقی بیشتری کرد، باید احتیاط بیشتری بکنه، باید حول و حراس بیشتری داشته باشه، نکنه بلغزه. چون در فراز پله دهم اگر لغزید، در اون مثال مادی خودمان، قطع نخا میشه. و فراوان بودن افرادی در طول تاریخ اسلامی ما که مقامات عالیه‌ای رو کسب کردن، لغزیدن، و چون به مقامات عالیه رسیده بودند و لغزیدن، قطع نخا شدن و دیگه نتونستن برخیزن. و گاهی بعضی از اینا کارشون به جایی رسید که در مقابل مقام خلافت اللهی قرار گرفتن، در مقابل مقام خلافت اللهی شمشیر کشیدن و با ولایت و خلافت حقه حق تعالی چه بسا جنگ پیشه کردن. و کم لهم نظیر در طول تاریخ. الان این قاعده کلی رو باید در نظر بگیریم که صعود تدریجیه، اگرچه سقوط دفعیه، با این هشداری که از کردیم.